بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر، انشالله که جور و آرام باشین. ما آمدیم در یکی از مناطق جنوبی شهر هرات. اینجا منطقه چشمخونی هست و تقریبا با فاصله 40 کیلومتر از شهر هرات فاصله داره، چشمخونیه، بله. و دوستان عزیز، در قالب این برنامه قرار است ما به دیدار یکی از فامیل های نیازمند برین. طوری که همکاران ما در بخش سروی با بزرگ این خانه صحبت کردن، متاسفانه به تعداد 4 معلول در همین خانه زندگی میکنم و شما وضعیت این خانه. سلام علیکم، چی حال داره؟ خوب هستین؟ صحتمنده؟ حال شما خوبه؟ بخیرین کاکا جان؟ خوب که هستین انشالله. اسم شما چیه؟ نثار احمد. نثار احمد جان، ما از هرات آمدن به دیدن شما. خوش آمدید. بشینین یک جایی که صحبت کنین. صحیح؟ صحیح. در یکی از خانه هایی که قبلا من خدمت شما یادآوری کردم آمدین، جای داره که در دقایق شروع این برنامه تشکری ویژه داشته باشیم از همکار مالی این برنامه که کمک نقدی در اختیار ما گذاشتن و ما هم از طریق ایشان تقدیم این خانواده میکنین، البته به مبلغ 16,000 افغانی از طرف میرویس جان برای ما مواصلت ورزیده که قسمت از این کمک‌ها را ما تقدیم این خانواده می‌کنیم و در برنامه‌های آینده برای سایر فامیل‌هایی که سروی شدن انشالله ادامه کمک توزیع خواهد شد. هست همین فامیل ما هست، 4 تا اولاد فلک داشتیم، یکی که همین چند وقت فوت کرد، 3 تا دیگه ولی هست، ولی به خونه هم دیگه چیزی نیه. ما دیگه 4 تا 5 تا گوسفند هم داریم، دیگه چیزی به بساط ما نیه، کار غریبی هم نیه. من همین مشکل ما همینه که فیلان فلج همین دیگه چیزی نیه که ما ایداد داشته باشیم که خود از اینا بخوریم. تفلان که هستیم تو مشکل دارم، فلج هم هیچ چیزی نمیتونیم، تدهی هم اطول مکان نداریم که بکنیم. از شما نیازمندیم که خیر ببینیم، تشکر از شما که ببینیم هم قمخوری ما بکدیم. از میرویسیان هم تشکری میبینیم که به ما کمک کردم به میجگاه برسندم، 40 کیلومتر از هرات دور است جامع. همین خدمت که بکدم خیر ببینیم، تشکریم از اینا ساعت و ساعت بنده باشم. بخیر باشین کوکو جون. در کل می اعضای خانواده شما چند نفر هستن؟ ما 9 نفر فامیل هستیم. 9 نفر هستیم. بله. و کارگر خانه شما هست؟ واقعا خود منم دیگه کس کارگر نمیتونم، خودم طفلا خوردم نمیتونم کار کنم. طفلا خورده هستم. باز کار وظیفی شما چی هست؟ دیگه هیچ کار وظیفی نداریم، واقعا اگه جوای کار باشه، اگه بتونستیم برفتیم، اگه هم باشه فیلان کنی کار غریبی هم نیه با کجا کار کنیم بریم، توانایی هم نداره که ما پاسپورت بگیریم یا به ایران بریم با اینا رشته کنیم. اینا مشکل از اینا خیلی مشکل کلانه.
واقعا سخته دوستان عزیز. برادر ما که مسئولیت 8 نفر از اعضای خانواده را دارند در یکی از مناطق دوردست که دسترسی به هیچ امکانات رفاهی و صحی و حتی اقتصادی را ندارند متاسفانه، و جای داره که باز هم تشکری بکنیم از برادر عزیز ما میرویس جان. خداوند در مال و زندگی و عمر شما برکت بده و از خدای متعال بخواهیم که به تمام خواست های مشروع خود برسن انشاءالله. رشته آباد کردن چکار شد بازی قدر بودیجه داشته اینجی؟ دیگه بودیجه دیگه نداشته، گفتیم به شما 5 تا گسفند بداشتیم، یعنی 10 تا داشتیم 5 تا بفروختیم، خود ما همیتون کم کم اینا رو آباد کردیم. خب و دوستان عزیز، اینمی خانه که شما در تصویر مشاهده میکنین، البته 3 تا خانه هست که یکی به عنوان آشپزخانه استفاده میکنن، یکی اینمی اتاق است، اتاق دیگه هم در کنار است. در قسمتی از یک تپه قرار داره که متاسفانه اینمی قریه‌ای که شما هم هستین به هیچ سرسبزی و آبی چیز ندیدم. نه هیچ چیزی هم نداره، ولی خیلی به او ضرورت داریم، به آب شمیدنی هم خیلی مشکل، آب شمیدنی ضرورت داره، خیلی ضرورت داریم. جدا از این که ناتوان شدن دیگه مریضی چیز خونه دارین؟ ایشیش کور پیش پخور میبین میخی، از امینات پیش پخور میبین، از اونو آشال اون که میخواست، از مرد فعال. یک جوسی برای شما آوردیم، جوس میخوریم؟ باشه کمیر برای شما. خوب باشه میخور. بیشتر مزه داره یا نه؟ نغزه. بله، جوس های نغزی ها دوستان عزیز. دیگه هم از این جوس ها خورده بودین یا نه؟ نه هیچ نخورده. بار اول میخوره. بله دوستان عزیز، هدف ما معرفی چنین خانواده هایی هست که در چنین وضعیت زندگی میکنه. مادر جان یکی از کهن‌ترین مادران اینمی قریه هستند و میگن به برای اولین بار است که اینمی جوس میخورم و تا حال هیچ جوس نخورده بودین. خب یک گلاس دیگه هم برای شما بریزم. بله به اشتهاق هم خوبه مادر جان؟ خوب خوبه نه؟ اما اتفاقه از میده فعاله؟ ها میده شما فعال فعاله؟ ها هیچ مشکل نداره. نوش جان شما. دوستان عزیز بیننده، مردمانی که در این چنین یک مناطق زندگی میکنن برای سرد کردن خانه های خو از این چنین یک مورد استفاده میکنن. اینا دریچه های هست که بادر راهنمایی میکنه به داخل خانه و به خاطر از اینکه این مردم نه به برق دسترسی دارن و نه حتی در این اواخر سولر هم در افغانستان در چند سال اخیر جا افتاده، ولی متاسفانه اینو به خاطر اون فقر اقتصادی که دارن نمیتونن حتی اون سیستم سولر در اینجا راه اندازی بکنن. به هر حال اینمی روش یک روش بسیار قدیمی و معمول هست که در اکثریت خانواده های که در قریجات و اطراف زندگی میکنن از همین روش استفاده میکنن برای سرد کردن خانه های خود. واقعا مادر جان و مادرها و پدرهایی که در چنین وضعیت و سن سال قرار دارن یک الگوی خوبی، یک نمونه خوبی هستن برای زندگی کردن و برای درس گرفتن ماها. مادر جان با وصف ازی که زیاد سنشون بالا هست، حتی دقیق سن خود رو نمیتونم بگم،
ولی میگن جوانی خود ما سپری کردین، میگن که ما روزهای خوب و بد سپری کردین، فعلا ماندیم، فعلا میگن ما ماندم و اینمی درگاه یا دربار خدا. بیاین همه ما درس بگیرین از لحظه لحظه زندگی خود، از ساعت و دقیقه و ثانیه زندگی خود. در آوان جوانی و نوجوانی قرار دارین، چه خوب است که اینه به عنوان یک فرصت استفاده بکنین برای آینده خود، هم در دنیا و هم در آخرت یک دستاویز و یک دستمزد خوبی با خود داشته باشیم به پیشگاه خدای متعال. ما بیشتر صحبت نمی کنین، اما به خاطر از اینکه برنامه یک جمع‌بندی داشته باشین، باز همه تشکری میکنم از برادر ما میرویس جان عزیز که لطف کردن برینمی خانواده همکاری کردن و میرویس جان عزیز مبلغ 16,000 افغانی رو برای ما ارسال کردن و ما انشاءالله در طی یک دو یا چند برنامه برای اینچنین خانواده ها تقدیم میکنیم.